همکارم اردوان روزبه از اشکلون در جنوب اسرائیل ما را همراهی میکنه تا تازه ترین ها را از او بشنویم. اردوان پرسا، در حالی که امیر عبداللهیان امروز داره تاکید میکنه که جنگ در منطقه باقی نمیمونه و گسترش پیدا میکنه، ارتش اسرائیل از ابتدای حملاتش تا کنون و 7 اکتبر تلاشش رو کرده که تمام دقتش رو بر این بذاره که این جنگ فقط به طور متمرکز بر روی غزه باشه. اگرچه دیروز ما درگیری های در مناطقی مثل جنین، شرق جنین، در وست بنک، یعنی در واقع کرانه باختری داشتیم، این درگیری‌ها بر اساس محدود هستش، همونجوری که حزب الله پیش از این به نوعی پاشو پس کشیده بود، اما درگیری‌ها رو هنوز ایجاد می‌کنه در شمال. اما ارتش اسرائیل امروز داره تاکید می‌کنه دقت و توجهش رو بر گرفتن کامل غزه خواهد گذاشت. ساعتی پیش از این تصاویری منتشر شد از فتح غزه در مناطقی که به دریا میرسه و پرچم اسرائیل رو اونجا برافراشتند. همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرده پرتابه‌های موشک‌هایی رو در اونجا یافته. اما از دیروز تا کنون پنجشنبه بعد از ظهر پهپادی در منطقه ایلات به یک مدرسه خورده. این پهپاد که بالای یک کودکستان سقوط کرده، اگرچه موجب تخریب ساختمان شده اما موجب کشته شدن کسی نشده و کسی زخمی نشده از بچه‌ها اونجا. ارتش اسرائیل میگه با روش‌های دیوارهای آهنین و تجهیزاتی که کنترل کننده استش اونو زده. در دیشب تا کنون دست کم 4 بار نیروهای آمریکا هم در منطقه در عراق و سوریه مورد هدف قرار گرفتن. گذرگاه صلاح الدین برای 6th روز باز هستش. دیروز به رغم اینکه اعلام شده بود 4 در روز میتونن مردم خارج بشن از شمال به سمت جنوب، اما دیروز 6 باز بوده. به نظر میرسه این زمانها بر اساس شرایط احتمال تمدیدش وجود داره یا افزایشش وجود داره. بایدن همچنین گفته که منتظر یک آتش بس 3 هستش. ما میدونیم پیش از این مذاکراتی برای آزاد شدن تعدادی از گروگان‌ها که گفته میشه بین 10 تا 15 هست و حتی صحبت‌هایی هست بر اینکه شاید ممکنه 50 باشن، شده در قبال اینکه این آتش بس 3 انجام بشه. این آتش بس 3 میتونه کمک بکنه مردم، تجهیزات و امکانات درمانی بهشون برسه و همچنین حجم بیشتری بتونن به جنوب حرکت کنن. در 2 گذشته به نظر میسه روزانه دست کم 50,000 نفر از شمال با پرچم‌های سفید به سمت جنوب حرکت کردند و ارتش اسرائیل گفته دقتش رو در حال حاضر در یافتن یحیی سنوار رهبر داخلی حماس خواهد گذاشت. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم که از جنوب اسرائیل از اشکلون ما را همراهی می‌کردی.